عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی از آکسفورد با ما همراه هستند. خوش اومدید. دومین انفجار خونبار در افغانستان در کمتر از 10 روز. چرا؟ طالبان از ایجاد امنیت گفته بودند. چقدر توانایی ایجاد این امنیت رو دارند؟ سلام به شما. اجازه بفرمایید عرض تسلیت داشته باشم به هموطنان و ما خصوصا قربانیان این حادثه. ببینین، طالبان مهمترین دستاورد یا ابزاری که داشتن بر رخ مردم میکشیدن امنیت بود. با انفجارهای پی در پی که در افغانستان صورت میگیره، من فکر میکنم این دستاورد یا این ابزار از طالبان گرفته میشود. من فکر میکنم طالبان باید فکر کنند که داره چی اتفاق میفته. از نظر من البته طالبان و داعشی که در افغانستان میجنگه دو روی یک سکه هند و در اختیار پاکستان. حالا باید یک تمرکز شود، یک برنامه واقعا جداگانه گرفته شود که نقش پاکستان، به تبع ایران هم که در حمایت از طالبان با پاکستان همراه است، در این انفجارها چی میباشد. بله جناب عزیز، داعش مسئولیت انفجار جمعه پیش رو پذیرفت، اما هنوز کسی مسئولیت انفجار امروز رو به عهده نگرفته. آیا طالبان میتونه اقدامات داعش علیه شیعیان در افغانستان رو مهار کنه؟ به هیچ صورتی نمیتونه، چون همون منبعی که طالبان رو حمایت میکنه همون منبع داعش هم. هیچ ضمانتی هم وجود نداره که داعش گروهی تندروی طالبان هستن که بیرقای سفید را کنار گذاشتن، بیرقای سیاه بلند کردن. ما با اطمینان کامل خدمت بینندگان گفتم میتونم که داعشی که در افغانستان هست هیچ ربطی با داعش خاورمیانه نداره. این داعش از همون مراجعی تمویل میشوه و احتمالاً به کار گرفته میشوه که طالبان تمویل میشدن. ما فکر میکنم این بحث یک بحث طولانی تر است که من نمیتونم به جزئیات بپردازم، اما با اطمینان گفتم میتونم که ریشه های داعش و رهبری داعش در پاکستان است. بله، در صورتی که این وضع ناامنی برای شیعیان افغانستان ادامه پیدا کنه، آیا علاوه بر مشکلات معیشتی و اقتصادی باید منتظر دور جدیدی از ناامنی در این کشور با محوریت نزاع مذهبی بود؟ بله، با محور نزاع مذهبی و قومی. من فکر میکنم اونهایی که پروژه جنگ نیابتی و بحران در افغانستان را مدیریت میکنن، از جمله ISI، من فکر میکنم خواهان ثبات نیستن. اگر طالبان به ثبات نسبی برسن، به تبع طالبان میتونن طالبان پاکستان را حمایت مالی و تسلیحاتی بکنن، صدور انگیزه بکنن و همچنان میتونن در بسیج نیروهای تحریک پشتونها کمک بکنن که این اردو امر به ضرر پاکستان است و به تبع پاکستانی ها و اونهایی که مدیریت پروژه داعش را در افغانستان رهبری میکنن خواهان این باشن که در افغانستان به ثبات نرسن. ما البته این را یادآوری بکنم که پروژه داعش در افغانستان یک پروژه بزرگ است که تنها پاکستان پشتیبانی بزرگی هم باشن که با پاکستان در این پروژه سهم داشته باشن. متشکرم از شما عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی از آکسفورد همراه ما.